به نام خداوند بخشنده مهربان. قرآن کریم کتاب رحمت بر همه جهانیان است. ستش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است، همان خداوندی که در قرآن کریم خود چنین می‌فرماید: و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. و از قرآن آنچه شفاء و رحمت است برای مؤمنان نازل می‌کنیم. و بار دیگر می فرماید و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه و اتقوا لعلكم ترحمون. و این کتابی است پر برکت که ما بر تو نازل کرده ایم، از آن پیروی کنید و پرهیزگاری پیشه نمایید، باشد که مورد رحمت خدا قرار گیرید. و گواهی می دهم که نیز معبود برحق جز الله یکتا و بهمتا. و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. ای الله بر او و بر آل اصحاب او و بر هر کسانی که با وجه احسن از او تا روز رستاخیز پیروی نموده اند رحمت و سلامتی نازل فرمان. قرآن کریم رسمان محکم خدا و ذکر حکیمانه است و هر که با آن سخن بگوید حق است و هر که با آن حکم کند عادل است و هر که با آن تمسک کند براه راست هدایت شده است و علما هیچگاه از فرا گرفتن آن سیر نمی شوند و شگفته هایش پایان نمی پذیرد و باطل از جلو و پشت سرش نمی آید، چنانچه که الله سبحانه و تعالی می فرماید: انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. آن قرآن کریمی است که در کتاب محفوظ جای دارد و جز پاکان نمی توانند با آن دست زنند یا دست یابند. آن از سوی پروردگار عالمیان نازل شده. و بار دیگر می فرماید: و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. و این کتابی از قطعا شکست ناپذیر که هیچ گونه باطلی نه از پیش رو و نه از پشت سر به سراغ آن نمی آید، چرا که از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است. و قرآن کریم کتاب رحمت بر تمام جهانیان است، چنانچه که الله سبحانه و تعالی می فرماید: یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ای مردم، موعظه از سوی پروردگارتان برای شما آمده است و درمانی برای آنچه در سینه‌ها است، درمانی برای دلهای شما است و هدایت و رحمتی است برای مؤمنان. بگو به فضل و رحمت خدا باید خوشحال شوند که این از تمام آنچه گرد آوری کرده اند بهتر است. و بار دیگر می فرماید: و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدا و رحمتا و بشرا للمسلمین. ما این کتاب را برای تو نازل کرده ایم که بیانگر همه چیز و ما به هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است. و در آیات دیگری آمده است که می فرماید: تلک آیات الکتاب الحکیم هدا و رحمتا للمحسنین. ما این آیات کتاب حکیم است که کتابی پر محتوا و استوار است، مایه هدایت و رحمت برای نیکوکاران است. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم هدى و رحمت لقوم یؤمنون. ما کتابی برای آنها آورده ایم که اسرار و رموز آن را با آگاهی شرح داده ایم، کتابی که مایه هدایت و رحمت برای جمعیتی است که ایمان می آورند. کلمه رحمت در قرآن کریم 200 مرتبه ذکر شده است و قرآن کریم بیان این را نموده است که رحمت از جمله صفات الله متعال یکی از آنها است، چنانچه که خداوند جل جلاله می فرماید: و رحمتی وسعت کل شیء. و رحمتم همه چیز را فرا گرفته. بر دیگری می فرماید: و ربک الغنی ذو الرحمه. پروردگارت بی نیاز و مهربان است، پس به کسی ستم نمی کند بلکه همه نتیجه اعمال خود را می گیرند. و بر دیگری می فرماید: و رحمت و ربک خیر مما یجمعون. و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع‌آوری می کند بهتر است. و همچنان می فرماید: کتب ربکم علی نفسه الرحمه. پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده است. و تدبر کننده در قرآن کریم به رحمت خداوند متعال نسبت به جهان
میبیند، چنانچه که الله سبحانه و تعالی شب و روز را رحمت برای همه خلق خود آفریده، به طوری که شبها آرام میگیرد و روزها برای جمع‌آوری و امرار معاش و آبادانی جهان تلاش میکند، همچنان که خداوند متعال باران را رحمت برای همه جهان نازل کرده، چنانچه که الله سبحانه و تعالی میفرماید: و من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. و از رحمت او است که برای شما شب و روز قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشید و هم برای بهره گیری از فضل خدا تلاش کنید و شاید شکر نعمت او را بجا آورید. بار دیگری می فرماید: و هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذا لکه نخرج الموتى لعلكم تذكرون. او کسی است که بعدها را بشارت دهنده در پیشایش باران رحمتش میفرستد تا ابرهای سنگین بار را بر دوش کشند، سپس ما آنها را به سوی زمینهای مرده میفرستیم و به وسیله آنها آب حیات بخش را نازل میکنیم و با آن از هر گونه میوهی از خاک تیره بیرون می آوریم. این گونه که زمین های مرده را زنده کرده ایم، مردگان را نیز در قیامت زنده می کنیم. شاید با توجه به این مثال متذکر شوید. قرآن کریم فرموده است که حق سبحانه و تعالی رسولان و کتاب ها را رحمت بر جهانیان نازل کرده است، چنانچه که الله متعال می فرماید: او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمه. اگر کتاب آسمانی بر ما نازل می شد از آنها هدایت یافته تر بودیم. این که آیات و دلائل روشن از جانب پروردگارتان و هدایت و رحمت برای شما آمده است. الله سبحانه و تعالی در مورد پیامبر آخر زمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چنین می فرماید: و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. و بر دیگر می فرماید: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. به یقین رسولی از خود شما به سوی تان آمد که رنج های شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم مردم را به امید و رحمت او دعوت کرده است و بیان این را نموده است که رحمت او تعالی برای صاحبان نیکی و استقامت خیلی نزدیک است، چنانچه که الله تعالی می فرماید: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند ناامید نشوید که خدا همه گناهان را می بخشد، زیرا او بسیار بخشنده و مهربان است. بار دیگر می فرماید: این رحمت الله قریب من المحسنین. و نیکی کنید زیرا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است. ستایش مخصوص ذات خدا است که پروردگار جهانیان است. درود سلام بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر همه آل و اصحاب او باد. بدون شک مؤمن واقعی کسی است که اخلاق قرآن کریم را که خداوند متعال برای جهانیان نازل کرده است در پیش گیرد و آداب پیامبر عظیم الشان را که خداوند متعال برای جهانیان مبعوث کرده است بیامرزد، چنانچه که پیامبر گرامی من میفرماید: رحم کننده مورد رحمت خداوند در رحمان قرار میگیرد. تو بر اهل زمین رحم کن که صاحب آسمان بر تو رحم کند. و همین گونه بار دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید: خداوند رحمت را 100 جزء قرار داد، پس 99 جزء را دریغ کرد و یک قسمت بر زمین نازل کرده و 99 جزء آن را بر روز قیامت حفظ نموده است. از همین یک قسمت رحمت است که موجودات به یکدیگر رحم میکند، حتی این که اسب همپای خود را از کره خود برمیدارد از ترس آن که به او آسیبی برساند. و زمانی که پیامبر صلی الله علیه وسلم شتری را دید که در حضور آن حضرت صلی الله علیه وسلم اشک از چشمانش میرخت، فرمود: این شتر برای کی است؟ جوانی از انصار آمد و گفت: برای من است ای رسول خدا. او صلی الله علیه وسلم به او فرمود: آیا نسبت به این حیوانی که خدا به دو داده از خدا نمی ترسی؟ من به من شکایت کرده که آن را گرسنه نگاه می داری و بیش از حد از او کاری میگیری. و همه بشریت نیاز مبرم به این دارد که اخلاق خود را با قرآن مجید که کتاب رحمت و صلح و آرامش است آراسته بسازند. و با دو کلمه سخنان خود را خاتمه میدهیم: اولا برای اهل قرآن کریم و دیگری برای همه خردمندان عالم. پس میگویم: ای اهل قرآن، قرآن را با آواز خود زینت دهید و به همه جهان آن را بشنوانید. ای اهل قرآن، قرآن را به اصیلترین و زیباترین اخلاق زینت دهید. و جواب بهتر برای جاهلان این است که توجهت را بیشتر به قرآن بگردان.
واهتمامي بيشتر بقرآن وتلاوات وذكر ومطالعة وفهم وتطبيق وعمل بالآن قرار بده خدايا هر كي بدي كتابت را خواس مكري اورا در گلوش برگردان و نقشاش را برای نابودی آن بساز و شگفتی های قدرت را در آن به ما نشان بده تا در آن عبرت برای مردم باشد و ما به همه خردمندان جهان میگویم که دنیا تحمل جنگ های موجود را ندارد چی رسد به جنگ های مذهبی پس تقدیر نشده در رد انواع کینه های دینی باید اقدام کنیم شکی نیست که همه مسلمانان به دین خود غیورند فقط کسانی که با پیامبر شان یا کتاب پروردگارشان دشنام میدهد یا از کتاب پروردگارشان اهانت میکند به آنها آسیب میرسانند و هر قدر هم که خردمند باشند و صبر و بردباری داشته باشند ممکن است زمان فرا رسد که این حکمت تمام شود و کار از دست خردمندان و عاقلان خارج می شود و راه برای فتنه هموار می شود مانند قسمتی از تاریکی شب که فقط خدا از عاقبت آن آگاه است خدایا مرا به وسیله قرآن بهره مند کن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.